زمان گرم کردن دو بازیکن دو دو تیم یواش یواش آماده میشیم که بازی رو آغاز بکنیم و امیدوارم که از این دیدار لذت ببرید. همطور که خدمتون عرض کردم داوران بین المللی ما حضور بسیار بسیار فعالی رو در این مسابقات داشتن و تمامی بازی ها در جدول اصلی در دیدارهای انفرادی و دو نفره با داور صندلی برگزار شد. سیستم برگزاری مسابقات هم همونطور که در گزارش قبلی خدمتتون عرض کردم بر اساس آخرین مقررات فدراسیون جهانی تنیس در سال 2014 هست. هم اکنون هم ساعت 3:20 دقیقه هست و میریم که بازی رو با سرویس بازیکنانی از با سرو مارک ورورد شروع کنیم که بازیکن هلندی است و در تیم مشترک هلند و ونزوئلا بازی میکنند. سرویس اولش به اوت میره. سیستم بازی دو نفره جذابیت های خاص خودش رو داره. هیچ 15 حساب هیچ 15 در گیم اول حساس ترین گیم در شروع مسابقه هست. یک سرویس بسیار خوبه کیک از ورورد حساب رو 15 برابر می‌کنه. همونطور که دوستان ارجمندم بهش سهم شما رسیدن، بازیکنان 55 بازیکن از 28 کشور جهان در این مسابقات حضور دارن. یک مقدار تون صدای ما هم تغییر میکنه به علت اینکه در حاشیه زمین هستیم و سکوت و فرماز. 3:15 تمرکز در دیدارهای دو نفره، برنامه‌ریزی برای تاکتیک ها و هر پوان از نکات برجسته بازی های دو نفر است. مشاهده می فهمید ضربات رو حالا یک بکن پسینگ شده بسیار سمت مناز و بازی برابر 30 میرن که باز هم با هم صحبت کنن. هم برنده پوان و هم بازنده پوان برای هر پوان خودشون برنامه‌ریزی خاص خودشون رو دارن. تمرکز خاص در دیدارهای دو نفره است. تلاش برای این هست که سکان حمله رو تیمی که زننده سرویس است در دست بگیره. سرویس اول خطا. باز هم ملاحظه می فرمایید سرویس دومش هم خطا میره. 30-40 این تیم هلندی تیم بسیار بسیار قدرتمندی است. بخت اول قهرمانی است. رتبه 350 دنیا رو داره. دیدار نهایی هفته گذشته بی نهایت زیبا بود که برزیلی ها موفق شدن این تیم رو 2-0 شکست بدن، که البته دیروز برزیلیا بازی های خودشون رو واگذار کردن و به کشورشون برگشتن. میدونید که مسابقات تنیس به صورت تک حذفی برگزار میشه. این اون نکته ای که بود اول گزارش خدمتون گفتم که موقعی که برابر 40 میشن یک پوان رد و بدل میشه و گیرنده سرویس مشخص میکنه که زننده سرویس باید کجا سرویس بزنه.
به نام decided point و receiver choice است. اصطلاح تنیسیش و ببینیم هر کی این پوان رو بگیره گیم رو هم از آن خودش کرده دیگه، در برابر 40 ما دو پوان رو نه سر و اول خطا مقاومت رو حمله تیم ونزوئلا و هلندی و این فورهند بازیکن هلندی به تور برخورد میخوره. گیم اول برای تیم هلند و ونزوئلا ورورد و مونس. خدمتتون عرض میکردم 55 بازیکن از 28 کشور جهان و همراهی 23 بازیکن از جمهوری اسلامی ایران در این رقابت ها حضور دارند و دیگه در هفته دوم که فینالش رو الان مشاهده هستین در زمین های دیگر مجموعه المپیک جزیره کیش جدول مقدماتی هفته سوم هم آغاز میشه. از اینجا به بعد هر کسی که از گردونه این رقابت ها حذف بشه میتونه به کشور خودش برگرده. بازی های جدول مقدماتی در بخش انفرادی در یک جدول 64 نفر برگزار میشه که 45 نفر حضور دارند. جدول اصلی مسابقات هم 32 نفره خواهد بود که 22 بازیکن خارجی، 2 بازیکن ایرانی با سیستم وایلد کارت و 8 بازیکن هم که از جدول مقدماتی خواهند اومد جواز حضور در جدول اصلی به دست خواهند آورد. سرو بسیار خوب و اسمش بهتر از استفان فرانسون زننده سرویس کال هاف هست. 15 هیچ. یک سرویس بسیار خوبه دیگه. حمله یه تو و توپ آت میده. سی هیچ. باست سرویس روی خط. چهل هیچ. گیم راحتی رو هلندی‌ها دارن از آن خودشون میکنن. خیلی هماهنگ هستن هر دو تنیس باز. قد بسیار خوبی دارن. تسلط بازی های دو نفره دارن براشون مهم از رنکینگشون. سر اول خطا. یک سرویس کیک دیدید؟ حالا یک بکند بسیار خوب. بکند بسیار خوب. 40-15 از ورورد هلندی که اینجا دیگه در دیدارهای دو نفره فیوچرز ملیت به صورت تیمی محاسبه نخواهد شد. فقط رنگ های هر شخص مشخص میشه. ببینیم این گیم به کجا خواهد انجام بود. یک فورهند خوب و یک والی بهتر. گیم فرانسن برابر یک در ست اول از فینال هفته دوم رقابت های فیوچرز جزیره زیبای کیش که این مسابقات پس از وقفه دو ساله به همت فدراسیون تنیس کشورمون که مجدداً اعتماد فدراسیون جهانی تنیس رو جلب کرد و با همکاری بخش خصوصی به میزبانی این منطقه و دستاندر کار منطقه آزاده کیش و معاونت ورزش و آموزشش مجدداً در جزیره کیش از سر گرفته شد. کیفیت بازی های فیوچرز در جزیره کیش در ادوار گذشته هم علاوه حضور بازیکنان علاوه کیفیت همیشه مثال زدنه بود. امسال کمیتش برای نخستین بار هست که 55 بازیکن خودشون رو به جمهوری اسلامی ایران رسوندن. سروه بسیار سنگین در لحاظ پیچ یا اسپین روی خط هم برخورد کرد. سرویسی که مونوز میزنه نوبت او هست.
به صورت یک درمیان هر تیمی سرویس خواهد زد. بازی رو فرورد شروع کرد، بعد کولهوف سرویس زد، حالا نوبت مونز هست و نوبت بعدی هم به فرانسون خواهد رسید. سر به اول خطا همطور که عرض کردم زمانی که تیمی حمله رو در نظر کارش قرار بده در دیدارهای دو نفره از موقعیت بهتری برخوردار است. چلیچ به نفع تیم دو نفره ونزوئلا و هلند. فرهنده مانوس به تور برخورد کرد. 40-15 دو گیم پوینت خوب که بتونن گیم های خودشون رو بگیرن. بریم ببینیم پوان رو چه کار خواهد کرد. سر اول خطا رد و بدل شده تو با اسپین تایی زمین اینجا میخواست مسیر بازی رو عوض کنه. 40-30 دومین که این پوینتش هم از دست داد مونس. باز هم سر اول خطا. باز هم حمله روی تور تو برخورد کرده و گیم برای هلند و ونزوئلا. 2-1 در ست اول به نفع تیم مشترک هلند و ونزوئلا. این بازی ها قرار هست با برنامه ریزی هایی که صورت میگیره به صورت 6 هفته در جزیره کیش برگزار بشه که 3 هفته ابتدای سال 2014 الان درش هستیم، 3 هفته بعدیش از هفته نیمه دوم فروردین ماه خواهد بود. اونجا هم در هر هفته $10,000 جایزه تعلق خواهد گرفت به قهرمانان و در تلاش هستیم که این مسابقات توسط برگزار کنندگان و فدراسیون تنیس کشورمون به جمع 12-20 هفته برسه. مقدمات کار با فدراسیون جهانی تنیس تقریبا فراهم شده، فقط میمونه تاریخ هایی که باید فدراسیون جهانی تنیس تایید بکنه و شهرهایی که در کشور ما توان برگزاری این رقابت ها رو داشته باشن. فرانسون زننده سرویس از برای تیم هلندی. یک بکند پسینگ شات بسیار خوب این ساید از مونوز. هیچ 15. روش بازی دیدارهای دو نفره با دیدارهای انفرادی خیلی فرق خواهد کرد. بازیکنان باید هرچه سریع‌تر خودشون رو به جلوی تور برسونن و از ابتکار حمله رو در دست بگیرن. یک سرویس بسیار خوب، قطع خیلی خوبی فرانسون برخوردار هست. برابر 15.
در گیم سوم از سیم ست اول فینال دو نفره. خب امیر حسین موسوی اعلام لت میکنه، تو به تور برخورد کرد و در محوطه سرویس فرود اومد. سرو اول باید تکرار بشه. باز هم یک پسینگ شات دیگه. کالوف تمرکزش رو جلوی تور درست به دست نیاورده. این دومین باریست که این توپ از کنار او رد میشه. 15-30 فعلا هر دو تیم. سرویس های خودشون رو گرفتن. باز هم یک سرویس خوب از برانسون و اسمش بهتر از کالهوف، حساب رو برابر 30 میکنه. سرو اول تور برخورد کرد. سرو خوب پاسینگ شات بسیار خوب بکنه تا دستی از مونس که مجبور میشه با فاصله ای که بدنش با تور ایجاد میشه فرانسون فورهند خوبی رو نزنه و با اختلاف خیلی زیادی این فورهند به اوت بره. رو ببینیم همه رو تو یک بار دیگه بزنیم. حالا حمله زیبایی کار رو از هر چهار تنیس باز شده بودید برابر چهر مجدد. حالا اینجا باز هم ورورت میخواد گیرنده توپ باشه، باید استفان برای او سرو بزنه. سرو اول نت میشه. آماده میشه برای تکرار سرو اول خودش. شده بسیار خوب. بله ببینید همین یه فانوزی شد و گیم شد. کالها فرانس برابر دو در ست اول. چهار گیم از زمان این بازی گذشته، چیزی در حدود 20 دقیقه از زمان بازی گذشته و الان نوبت سرو ورورت است. باز هم برنامه ریزی برای این شروع این گیم. مرور تاکتیک ها بریم ببینیم ورورت این گیم رو چطور شروع خواهد کرد. تمرکزش یک آن به هم میخوره. نت سرویس. سرویس اول باید تکرار بشه. البته این مدتی که این دو تنیس بازها با هم برنامه‌ریزی میکنن یک مدت مشخصی داره. اگر داور صندلی تشخیص بده که خارج از اون زمانه ممکنه وقت رو تلف کنه، تذکر خواهد داد. با اختلاف کمی این توپ به آوت میره. هیچ 15 هست. هر چهار تنیس باز در دور اول سرویس های خودشون گیم های خودشون رو گرفتن.
ببینیم این گیم بگه کجا خواهد انجام این سر به خوب یک بکند سلایس بکند یه دستی های خوبی میزنه پس از بخور به تو حالا تو آوت شد فکر میکنم با این که از پشت تیر اومد از پشت توپ بسیار سختی بود با اینکه از پشت پایه تور اومد که میتونست هم درست باشه اما با اختلاف کمی به آوت رفت هیچ سی هست دو پوان عقب هستن تیم هلندی و ونزوئلایی تو باعت شد بله داور هم درست سلام آت کرد سر به دوامش رو کنترل کرد اما اسپین توپش رو بیشتر کرد 15 سی این چهره استفان فرانسون هست این هم تیم هلندی و ونزوئلایی که ورورد سرویس میزنه فرانسون باید پاسخگوی سرویس ها باشه حساب 15-30 در گیم پنجم از ست اول فینال دو نفره هفته دوم فیوچرز ایران در زمین مرکزی مجموعه المپیک جزیره زیبای کیش آسم بکنده یه دستی باز هم اشتباه از کل برابر سی هیچ سی جلو بود کل هوف و فانسون این تیم موقعیت بسیار خوبی بود که بتونن سر ورورد رو بریک کنن اما ورورد تغییر تاکتیک تغییر برنامه و حساب برابر سی بسیار خوب در مرکز باکس محبته سرویس تیما دو نفره ور فرانسون و کولهوف سی هیچ عقب بودن حالا در آستانه گرفتن گیم خودشون هستن بازم تمرکزش به هم خورد دیروز استقبال بهتری شده بود از این مسابقات روز تعطیل بود و امروز هم شنبه هست و طبق مقررات شنبه باید فینال دو نفره برگزار بشه که این امر اتفاق افتاد حمله دو نفره بله یک بکن والی بسیار خوب از برابر 40 هستند حالا گیرنده سرویس کالخوف هست گیرنده سرویس کالخوف هست ورورد هم باید زرنده سرویس بشه تمرکز سرویس نت تا اون لحظه تماس راکت به توپ واقعا تنیس بازان در این سطح مسابقات بین المللی
باید ببینیم به کجا خواهد انجامید. حالا یک والی بسیار خوب و گیم برای تیم مونوز ورورد 3-2 در ست اول به نفع تیم مشترک از هلند و ونزوئلا. بیشک همکاران بسیار ارجمندی تلاش کردن تا این مسابقات به صورت زنده از جزیره کیش به سمع شما بینندگان ارجمند برسه در شبکه ورزش. از مدیر کل محترم صدا و سیمای جزیره کیش و همچنین مدیریت سیما و تهیه کننده خوب برنامه های ورزشی در جزیره کیش جناب آقای یاسمی هم بی نهایت سپاسگزاریم. تلاش کردن به همراه همکاران خودشون تا با کیفیت بسیار مناسب و با پشتیبانی عوامل محترم پخش شبکه ورزش این تصاویر در گیرنده های شما بتونه ورزش تنیس رو پیش از پیش مورد توجه خانواده‌های محترم قرار بده. بریم ببینیم کولهوف چه کار خواهد کرد. سرو اولش با اوت رفت. سرو دوم اسپیندار فورهند. منازه چپ دست به توپ خورد 15-0. تا اینجای کار همه چی برابر هست با اینکه 3-2 مناز و ورورد جلو هستن اما الان زننده سرویس کولهوف هست. سی هیچ سرو اول نت تور برخورد کرد و نت شد. باز هم تکرار سرویس اول. سرو اول به خطا. سرو دوش رو چکار خواهد کرد. باز هم سرویس اسپین خوب در وسط محوطه سرویس در تعادل مونز به هم خورد. حساب 40-0 هست. 40-0 به نفع کولهوف و فرانسن از هلند در گیم ششم. نت مسئولیت این توپ هم براته داور صندلی است که توپای نت رو اعلام بکنه. سبب اول خطا. اینجا هم ریترن ورورد به تو به اوت میره. ببخشید برابر 3 هستیم در ست اول. خدمتون عرض کردم تمامی بازیکنان سروهای خودشون رو گرفتن. تنها یک لغزش کافی است که فاصله بین دو بازیکن رو بین دو تیم رو در گیم ها بیشتر بکنم. مونز میره برای زدن سرویس گیم هفتم از ست اول و خطا. هر دو سرویسش خطا شد. هیچ 15
باز هم برنامه ریزی، باز هم علامت هایی که بین بازیکنان رد و بدل میشه. یک سرویس خوب حمله روی تور نسه بفهمه لابه خوب میرن رو دفاع. هر چهارتا بازیکن حالا جدا هستن، لذت ببرین از این تکنیک ها و این توپ با اختلاف زیادی برابر 15 به آت رفت و برابر 15. برابر 15. پوانه بسیار جالبی بود. هر چهار تنیس باز روی تور اومدن. باز هم سرو خوب از مونس 3-15. معلومه که پوان به پوان برنامه ریزی دارن، حتی سرویس رو کجا باید بزنن. امیر حسین مصابی هم این نگاهی به ساعتش میکنه که این دو تنیس باز زیاد وقت تلف نکنن. سرو خوب و ریترن بهتر از فرانسوی برابر 30. یک مقدار این بازی شاید سرعت لازمه رو نداشته باشه، اما تاکتیک هایی که داره در این بازی ها به کار میره همه چی از قبل برنامه‌ریزی شده است، یا در شرایط مختلف تاکتیک های استفاده میکنه. این توپ انتهای زمین به خط خورد، حالا حمله روی تور و توپ میرسه و ورورد دو تا توپ جلوی تور رو خیلی خوب برگردون. چهلسی به نفع مانوز از ونزوئلا و ورورت از هلند در برابر استفان فرانسون و ولسلی کالهوف. جادر از کارگردان خوب برنامه هم جناب آقای ابراهیم بروغنی تشکر کنم که زحمت کارگردانی میشه برای افته دارن. یک بکنده بالیه جلوی تور به تور برخورد کرد، حالا دیوز شد برابر 40. برابر 40 رسیور چویس هست. فکر میکنم فرانسون باید، بله فرانسون گیرنده این پوان هست. و بکنده فرانسون به تور برخورد کرد. 4-3 در ست اول به نفع تیمی متشکل از مونز از ونزوئلا و مارک ورورد از هلند. همونطور که علاقمندان به رشته ورزشی تنیس میدونن، یک رویداد بزرگ دیگر هم در نیمه دوم خرداد ماه در جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد. فدراسیون تنیس کشورمون تلاش‌های بسیار زیادی داره میکنه که بتونه چرخه تنیس رو همچنان در بالاترین سطح خودش نگه داره. جمهوری اسلامی ایران در مجموعه ورزشی انقلاب تهران میزبان 19 تیم خواهد بود در رقابت‌های گروه 3 و 4 جام دیویس در سال 2014، 11 تیم در گروه 4 و 8 تیم هم در گروه 3.
که طبیعتا تیم جمهوری اسلامی ایران هم در گروه سه منطقه آسیا و اقیانوسیه قرار داره و میتونه فرصت بسیار مختلفی باشه این رقابت های فیوچرز ایران که بازیکنان تیم ملی کشورمون بتونن با بازیکنان سطح بالاتر از خودشون به رقابت بپردازن و آمادگی خوبی رو برای شرکت در رقابت جام دیویس به دست بیارن. بریم استفاده کنسون سلاقه سرویس هست. یک فورهند خوب و والی بکنده ورورد با اختلاف خیلی زیادی به آت میده. حالا این تیم فرانسا و کال هاف هست که با هم مشورت میکنن، برنامه ریزی میکنن، زننده سرویس هستن. بسیار قطعش نهایت استفاده رو برای زدن سرویس فرانسون استفاده میکنه. سی هیچ پوان به پوان، امتیاز به امتیاز، سرویس به سرویس، همه چی با هم فرق میکنه. ببینید حالا حمله این تیم پکن سلایس ورورد به تور برخور کرد. چهل هیچ به ظاهر پوان، چهل هیچ پوان گیم راحتی است، اما شرایط بازی به گونه ای رقم خواهد خورد که با برنامه‌ریزی این بازی رو دنبالش سر خوب و یک والی بسیار خوب از کالهوف و فورهند ورورد به تور برخورد. برابر چهار، همه چی مساوی است. نزدیک به 40 دقیقه از زمان بازی گذشته. برابر چهار در ست اول فینال رقابت‌های هفته دوم فیوچرز کیش در بخش دو نفره. ورورد زننده سرویس هست در گیم نهم از ست اول و ببینیم کار به کجا خواهد انجامید. وقت رفت خیلی زیاد این تو با اوت رفت سر و اولش. فعل حمله روی توره فرانسون، یک والی دراپ والی بسیار خوب و تقریبا غیر قابل مهار. شرایط رو برای این تیم هلندی مهیا میکنه. ببینیم ورورد این گیم رو چطور خواهد زد. سرویس رو سبب اول خطا. سرویسش خیلی بهتر زد، کیک زد در انتهای زمین. یک پاسینگ شات بسیار خوب از استفان فرانسون از کنار مانس رد شد و در اون فضای بخش دو نفره قرار گرفت. 1.37 متر زمین دو نفره بزرگتر از زمین انفرادی است. 8.23 متر عرض زمین انفرادی است و 10.97 متر عرض زمین مسابقه دو نفره. 15.30 زمان بسیار خوبی است، موقعیت بسیار خوب، گیم بسیار خوبی است که بتونن تیم هلندی بخت اول قهرمانی این گیم رو از هموطن خودشون ورورد بگیرن و بریک کنن و یه گیم بالا بیفتن. در شرایطی که همه چی برابر داره پیش میره، با
15-30 هست. سرو بسیار بسیار مطمئن، هم سرعت خوب، هم چرخش و اسپین بهتر، پوان هم برای ورورد و مونس. ببینید سر حمله روتور به دفاع رفتن هولندی ها، یک اسم شده سر و اینجا دیگه فرهنده فرانسون به بازیکنی اصابت کرد که در جلوی تور قرار داشت. 30-40 بریک پوینت بسیار بسیار مناسب برای این تیم هولندی. بریک میشن یا نه؟ سرو بعد رو باید کال هاف شروع کنه. دقیقاً رو خط برابر 40 یا دیوز و باز هم گیرنده است. خب یواش یواش داریم به انتهای گزارشمون نزدیک میشیم از کلیه عوامل پخش این مسابقه تشکر میکنیم. تصویر برداران جناب آقای خلیلی، روحی عباچی و حسین زاده، صدا بردار محترم جناب آقای شمشیر ساز و کلیه عوامل در واحد سیار، واحد ماهواره، خدمات و حراست و دستیاران تصویر بردار. ببینیم این گیم به کجا خواهد انجام پیدا کنه. بله بریک شدن و 5-4 به نفع کولهوف و استفان فرانسن. 5-4 فرانسن و کولهوف سپرده. خب وقت برنامه ما تمام شد. من از جزیره زیبای کیش، مجموعه المپیک این جزیره، خداحافظی خواهم کرد و آنتن رو در اختیار دوستان بسیار خوبم در پخش شبکه ورزش قرار میدم. امیدوارم بتونیم در روزهای آینده مسابقاتی با جذابیت بیشتر و در رشته